رسوب زدایی قهوه ساز آریستون مدل MCA16 تو کار. این مدل های قهوه ساز آریستون که مشاهده میکنید هر از گاهی باید برنامه رسوب زدایی یا کلین بر روشون انجام بشه، با توجه به اینکه آبی که داریم استفاده میکنیم مقداری داخلش رسوب و آهک و اینا داره، به مرور زمان باعث میشه که کارایی دستگاه افت بکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید شما برنامه رسوب زدایی یا دیسکیر رو توی دستگاه اجرا بکنید. این دستگاه به صورت اتوماتیک یه برنامه براش در نظر گرفته که میبینید شکلش به این صورت هستش که باید اون دکمه رو بزنید تا برنامه دیسکیر اجرا بشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنید باید محلول مخصوص رسوب زدایی رو براش آماده بکنید که به شکل‌های مختلفی توی بازار هستش که میتونید تهیه بکنید. به صورت مایع نیم لیتری هستش با برند بوش، برند دلونگی باز نیم لیتری داره که هر کدوم برای 5 بار قابل استفاده است. به صورت قرص داره که داخلش 3 تا بسته دو تایی داره که میتونید استفاده بکنید. باز به صورت محلول 300 میل داره که اینم باز برای 5 بار قابل استفاده هستش که ما معمولا توصیه میکنیم هم از نظر قیمتی هم از نظر کوالیتی و کارایی که تو کشور خودمون داره برای آب مصرفی، معمولا ما اینو توصیه میکنیم که حجمش 300 میله و برای 5 بار قابل استفاده هستش. برای اینکه برنامه رو شروع بکنید مخزن آب رو به این صورت بیرون میاریم. همونطور که میبینید این داخل تا نصف آب داره، به اندازه 2/3 آب داخل مخزن میریزید و از این محلول 1/5 بهش اضافه میکنید. فرق نمیکنه هر کدوم از این محلول ها رو که داشته باشین، طبق توصیه که خودشون کرده این بود 1/5، 1/5، 2 تا دونه قرص، اینم باز 1/5. دستگاه من آماده است. برنامه دیسکیل رو به این صورتی که میبینید اجرا میکنم. وقتی که دکمه رو بزنی خودش ازتون میپرسه، میگم خب برنامه دیسکیل اجرا کنی؟ میگم الان گفته نو. با دکمه فلش میام روی یس و اوکی. دستگاه برنامه رسوب زدایی رو شروع میکنه، بعد پیغامم بهتون میده مشین دیسکال، یعنی برنامه رسوب زدایی در حال انجام هستش. توصیه میکنیم برای این کار دو تا لیوان یا ظرف تو همین سایزی توی قسمت آب جوش قرار بدین و محلولی که داره دستگاه میده رو نذارید، اجازه ندید که تو داخل آبریز خودش بریزه، چون ممکنه که روی این استیلا تاثیر خوبی نذاره. خود این برنامه ممکنه نیم ساعت تا 45 دقیقه زمان ببره. توی این مدت باید حواستون باشه که ظرفا که پر شد فقط جابجا بکنید، کار خاصی دیگه نیاز نیست انجام بدید. بعد از نیم ساعت تا 40 دقیقه دستگاه کارشو که انجام داد، یعنی اگه همچین لیوانی همچین ظرفی انتخاب کرده باشین شاید 3 یا 4 بار باید خالی بکنید، دستگاه به این پیغام میرسه رینز ماشین فیل واتر تانک، یعنی آب داخل دستگاه تمام شده، جرم‌گیر تمام شده. شما باید توی این مرحله مخزن آب رو بیارین بیرون. حالا اگر مقداری هم داخلش مونده اون آب رو کامل خالی کنید، آب تمیز داخلش بریزین و بعد برنامه رو ادامه بدید. توی این مرحله همونطور که گفتم مخزن آب رو کامل میشورین، آب تمیز بهش داخلش میریزین و به این صورت برنامه آبکشی رو ادامه میدین. همونطور که میبینید این مرحله آبکشی هستش، بین 5 تا 10 دقیقه زمان میبره که گفته پرس واتر کی. توی این مرحله باید شما دکمه قطره آب رو فشار بدید که به این صورت من فشار میدم. دستگاه شروع میکنه به آبکشی کردن. بعد از اتمام آبکشی دیگه برنامه دیسکیلتون در واقع تکمیل شد. برای افزایش عمر و کارایی این دستگاه چند تا توصیه و تجربه هست در اختیار شما میذارم که انشالله با رعایت کردن این نکات دستگاهتون به ایراد فنی نمیخوره. این دستگاه طوری طراحی شده که اگه مواد اولیه مثل آب و قهوه رو به صورت استاندارد
براش تهیه بکنید و موارد تعمیرات نگهداری دستگاه رو رعایت بکنید، دستگاه هیچ وقت خراب نمیشه، هیچ وقت ایراد فنی پیدا نمیکنه و میتونید برای مدت طولانی از این دستگاه با خیر و راحت استفاده بکنید. نکته اول در رابطه با دونه قهوه. دونه قهوه که برای این دستگاه استفاده میکنید حتما باید به صورت دون و توست شده باشه. 30 تا 40% مقدار مناسبیه برای توستش. حالا میتونید به صورت ترکیبی هم استفاده بکنید. مطلب تاکید ما اینه که هیچ وقت دونه قهوه افسودنی های طعم دهنده یا خوشبو کننده نداشته باشه، مثل کارامل یا مثل افسودنی ها که به دونه قهوه اضافه میکنم. برای این دستگاه به هیچ عنوان از اون مواد استفاده نکنید. آب هم خواستید استفاده بکنید، آب معدنی یا حالا آب تصفیه شده و اصطلاحات مختلفی شاید شما شنیده باشید، ولی توصیه و بهترین حالت آب جوشیده سرد شده است که کمترین رسوب و آهک و تو خودش داره. نکته بعدیش در رابطه با قسمت دمکنش هستش که شما هر هفته یا دو هفته یک بار باید قسمت دمکنش رو بیرون بیارین و با آب سرد بشورین. رعایت کردن شستن اون توی عمر دستگاه خیلی تأثیر میذاره. اگه برای مدت طولانی خواستید از دستگاه استفاده نکنید، حتما برنامه آبکشیش رو یک بار اجرا بکنید. توی منوش یک بار دستگاه آبکشی رو انجام بده. دونه قهوه‌ای اگه داخلش هست خالی بکنید، آب هیچی توش نباشه که توی مدت باعث آسیب یا جدی به دستگاه در واقع وارد نشه. نکته بعدی رسوب زدایی، همونطور که توی کلیپ های قبلی بهتون توضیح دادیم، رسوب زدایی این دستگاه برنامه دیسکیلش خیلی مهم هستش، چون یه دکمه مخصوص یه برنامه مخصوص برای این دستگاه در نظر گرفته که مواد شیمیایی مختلفی هم وجود داره تو بازار، میتونید اونا رو تهیه بکنید. به صورت نیم لیتری هستش با برند بوش و برند دلونگی، به صورت 300 میل هست با برند اونیورسال، به صورت قرص هستش باز با برند بوش، که همه اینا از نظر کارایی یه کارایی دارن، فقط حجم یا حالا کشوری که ازش وارد شده روی قیمتش و اینا تاثیرگذار هستش، که هر کدوم شما نیاز داشتین از طریق ایران سرویس شاپ میتونین سفارش بگیرید و ضمن اینکه کلیپ و راهنمایی های لازم هم بهتون ارسال میشه، اون محلول مد نظرتون هم منزل دریافت بکنید.